SPF ضد آفتاب چجوری اندازه گیری میشه؟ و درصد مواد ضد آفتاب باید چقدر باشه که به یه ضد آفتاب بگیم خوب؟ سلام، من سرنا هستم و امیدوارم حال شما خوب باشه. اگه اولین بار وارد این پیج شدین، یادتونه رو دنبال بکنین که اطلاعات زیادی در مورد فرمولاسیون و مواد آرایشی بهداشتی بهتون میگم و همینطور مراقبت پوستی. و اگه از قبل اینجا بودین، یادتونه رو لایک کنین، کامنت بذارین، شیر کنین که این پست بیشتر دیده بشه. و بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. SPF نشون دهنده مقدار UVB هست که لازمه تا یه پوست محافظت شده توسط ضد آفتاب دچار سانبرن یا آفتاب سوختگی بشه، در مقایسه با مقدار UVB که لازمه که یه پوست محافظت نشده بدون وجود ضد آفتاب دچار سانبرن یا آفتاب سوختگی بشه. در مورد نحوه اندازه‌گیری SPF تو پست‌های قدیمی‌تر ضد آفتاب‌ها توضیح دادم. اگه دوست دارین حتما پست‌ها رو ببینید، ولی تو پست‌های آینده باز بیشتر توضیح میدم که متوجه بشید. کمپانی‌ها برای اندازه‌گیری SPF یا میان از روش این ویوا استفاده می‌کنن، یعنی یه سری داوطلب رو می‌گیرن. مدت زمانی که طول می‌کشه که با UVB مصنوعی که توسط دستگاه تولید شده پوست محافظت شده و پوست محافظت نشده دچار سانبرن یا آفتاب سوختگی بشه رو اندازه گیری میکنن. روش این ویترو، یعنی میان از اسپکترومیتر استفاده میکنن، مقدار ترانسمیتنس یعنی مقداری که UVB و UVA رو در طول موجهای مختلف رد میکنه ضد آفتاب رو اندازه گیری میکنن. در کنارش پایداری ضد آفتاب رو هم باید اندازه گیری کنن، به خاطر اینکه خیلی از فیلترهای شیمیایی نور خورشید مشکل پایداری دارن در مقابل نور خورشید یا در مقابل UVA UVB ناپایدارن، تبدیل به مواد دیگه ای میشن که دیگه نمیتونن نقش فیلتر داشته باشن. برای پایدار کردن فیلترهای نور خورشید از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنن. گاهی اوقات از الکل استفاده می‌کنن. بنابراین وجود الکل توی ضد آفتاب همیشه بد نیست. باعث بعضی موقع باعث پایدار شدن فیلترهای نور خورشید میشه. بعضی موقع از فیلترها مخلوط فیلترها استفاده می‌کنن برای پایداری. مثلا ایوا بنزان یه فیلتر نور خورشید خیلی خوب و موثره که رنج وسیعی از UVA UVB رو می‌پوشونه. ولی مشکل بزرگی که داره اینه که ناپایدار، سریع در مقابل نور خورشید تجزیه میشه و دیگه نقش فیلتر رو نداره. به خاطر پایدار کردن اون مجبورن از یه فیلتر دیگه به نام اکتوکرلین استفاده کنن. به خاطر اینه که توی ضد آفتابای شیمیایی که ایوا بنزان میبینین حتما اکتوکرلین هم هست. اون به خاطر پایدار کردن فیلتر ایوا بنزان هست. درصد فیلترهای نور خورشید، حالا چه معدنی، زینک اکساید، تایتانیوم دای اکساید، چه شیمیایی ها که لیستشون خیلی بلند بالاست، قطعاً روی مقدار محافظت اون ضد آفتاب در مقابل UVA و UVB اثر داره. ولی این چیزی نیست که شما موقع خرید روی بسته نگاه بکنین و تشخیص بدین که این درصدا چقدر میتونه روی SPF اثر داشته باشه. شما باید SPF گزارش شده توسط کمپانی رو نگاه بکنین که من در کل توصیه شده SPF باید بالای 30 باشه که بتونین به عنوان ضد آفتاب استفاده کنین، ولی من توصیه میکنم SPF بین 50 تا 60 استفاده بکنین، به خاطر اینکه معمولا ما ضد آفتاب به اندازه کافی استفاده نمی کنیم و اون لایه ضخیمی که باید روی پوست باشه معمولا اکثر آدم ها استفاده نمی کنن. حداقل از SPF بالاتر استفاده کنیم که اون کم استفاده کردن ضد آفتاب رو بپوشونه. حالا بعضی سوال می کنن که چرا از SPF های خیلی بالا استفاده نکنیم. SPF وقتی از یه حدی بالاتر میشه محافظتش خیلی تغییر زیادی نمی کنه، یعنی شما فقط مواد شیمیایی زیادی رو به پوستتون میزنید. موثرترین بین 50 تا 60 است. تو پست‌های آینده بیشتر در موردش توضیح میدم. خیلی از بچه‌ها اینجا از من پرسیدن که مثلا درصد زینک اینقدر بوده، درصد تیتانیوم اینقدر بوده، آیا این ضد آفتاب خوبی هست یا نه. دیگه الان جواب این سوال رو میدونید، درصدش مهم نیست، شما باید SPF گزارش شده رو نگاه بکنید. البته اگه ضد آفتاب معدنی هست که فقط زینک درش استفاده شده و شما فقط قرار همون ضد آفتاب استفاده کنید، چیز دیگه ای قرار نیست در کنارش استفاده کنید، من زینک اکساید بالای 20% رو بیشتر توصیه میکنم. امیدوارم جواب سوالتون رو در مورد درصد مواد ضد آفتاب گرفته باشین. اگه سوال دیگه ای در مورد ضد آفتاب دارین حتما زیر این پست بذارین که من نگاه بکنم در موردش ویدیو بسازم. نظر شما برای من خیلی مهمه. تجربه خودتون در مورد ضد آفتابای مختلف حتما بگین، شیمیایی و معدنی، که هم برای بچه‌های دیگه تجربه بشه، هم من بخونم اگه سوالی باشه بتونم جواب بدم. و من شما رو تو ویدیوهای بعدی می‌بینم. خدافظ.